این بخش برنامه از طرف اتحادیه اروپا و اینترنیوز برای شما تقدیم می‌گردد. اتحادیه اروپا مسئولیت محتوای آن را به دوش نمی‌گیرد. بله، شما بیننده بخش بازتاب کرونا از برنامه صبح‌ها زندگی هستین و امروز هم می‌خواهیم که تماس‌های شما عزیزا را در برنامه داشته باشیم. بله رستم جان، حالا میریم به طرف سوال اول ما در بخش بازتاب کرونا و منتظر تماس‌های شما عزیزان هستیم. سوال اولی که همراه شما عزیزان شریک ساختیم. به نظرتان دیسکره‌های دروازه می‌تونه سبب انتقال ویروس کرونا شود؟ و شما تماس 0700111130 تماس بگیرین، موقعیت خوبی را اختیار کنین، صدای تلویزیونتون را کاملاً کم بسازین تا صدای شما عزیزان ما بهتر در برنامه و در بخش بازتاب کرونا داشته باشیم. بله، به نظر شما یا دستگیرهای دروازه میتونه سبب انتقال ویروس کرونا شوه یا خیر؟ شما عزیزان میتونین که نظر دیدگاهتان را از طریق شماره تماس برنامه با ما شریک بسازین و معلومات عمومی هموطنان عزیز ما را در رابطه با شرایط وقایعی از ویروس کرونا افزایش بتین. بله. و سوال بسیار آسان و ساده هم است، طبعاً که ما معمولا اگر از دستگیرهای دروازه استفاده میکنیم در این نظر هستیم که آیا میتونه این دستگیر هم انتقال به ویروس کرونا را به دست ما یا هم اگر دست ما آلوده باشه به دستگیر دروازه که بالاخره افراد دیگر هم ممکن مصاب بسازه. و همین لحظه هم تماس داریم از ولایت زیبای قندهار. سلام، وقت شما بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. وعلیکم سلام رستم جان، جورش بخیر و جان جورش مجور شب روز بخیر است، صبحتان سلامت. بسیار تشکر، سلامت باشین. کاملا خوب صحتمند هستم. رویا جان همچنان خوب است. شما خوب هستین انشالله؟ زنده باش، الحمدلله خیر و خیرت است. شما جور تیار باش. شکر که خوب صحتمند هستین. سوال ما این است که به نظر شما یا دستگیره های دروازه میتونه سبب انتقال ویروس کرونا شوه یا خیر؟ میشه درستم جان، دروازه که است یک سری کرونا که مساج باشه یا کرونا گرفته باشه و اشخاص که دستخش در دستش نباشه، دستش ششته نباشه، در دروازه بیاد در دست دروازه کلپاک یا در الماری یا در اشترینگ موتر یا در اشترینگ موتسکل یا در اشترینگ باشکل که دست بزنه، او دیگه کس که باز بیاد در همی دست اشتری کلپاک یا اشترینگ موتر بخوره اون سری کرونا مصاب میشه. بله بله دقیقا. آیا شما دستگیره های دروازه را معمولا ضد عفونی میکنین؟ از مواد ضد عفونی کننده استفاده میکنین؟ زدی اوکنیار صبح دروازه کلپای دروازه را زدی اوکنی میکنیم، شناف هم زدی اوکنی میکنیم، باز امیر هر صبح میشین زدی اوکنی را سرش پاش میتیم، باز سپیش میکنیم پاکش میکنیم. بسیار عالی، بسیار عالی. یک دنیا تشکر میکنم از تماس شما، وقت خوش برتان میخوایم، خدا نگهدار. زنده باش، جور باش، خوش شدین که شما تماس گرفتیم. باش بریتون سلام میگم، بر روی جانم سلام میگم. علیکم سلام. خوش بردیم یا خستیم، سلام علیکم. سلامت باشین، به شما هم روز خوش میخواییم. دیر و منان هموطن عزیز ما و همچنان صحبت خوبشان که در ارتباط با سوال همراه ما شریک ساختن. به نظرتان دیسکیره های دروازه میتونه سبب انتقال ویروس کرونا شوه؟ منتظر نظرات نیک شما عزیزان هستیم. 0700111130 همین لحظه در اختیار شما عزیزان هست. تماس بگیرین، نظرات خوبتان همراه ما شریک بسازین و واقعا خوب است که ما خیلی مراقب باشیم، بخصوص دیسکیره های دروازه که هر کسی با او دست میزنه دروازه رو باز بسته میکنه و پر از آلودگی هست. بخوایم یا نخوایم باید خیلی مراقب باشیم، شما ضد عفونی کنیم. حالا هم تماس داریم، از سر پل تماس گرفتن. با معذرت، سلام، صبح بخیر. بله، تماس شما قطع شد. موقعیت خوب اختیار کنیم، وقتی که تماس میگیرین تماس شما ایزان قطع نشه تا ما صدای شما ایزان را بهتر در برنامه داشته باشیم. نظرتون در ارتباط با سوال همراه ما شریک بسازیم. بازم سوال براتون بیان میکنم. به نظرتون دیسکیرهای دروازه میتونه سبب انتقال ویروس کرونا شود؟ سوال خیلی مهمی است که همگی ما و شما باید در نظر بگیریم و همچنان حفظ الصحه را همیشه مراعات کنیم تا که خدای نخواسته مصاب نشیم با ویروس کرونا. حالا هم تماس داریم، ببینیم که کدام بیننده عزیز ما روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر باشه. بله بله، تماس هم وصل است. سلام علیکم. ممنون شما، کی هستین، از کجا تماس گرفتین، اسمتان؟ نواب هستم، نجم تقلص میکنم از ولایت بغلان. هم باش سلام. بسیار خوب. بغلان خیرتی است، آب و هوا چطور است؟ شکر خدا. خدا کنه همچنان لحظاتون به زیبایی بهار سپری شود. نظرتون را در ارتباط با سوال میخواییم داشته باشیم. گرفتین سوال یا تکرار کنم براتان؟
حالا کاملا گرفته. مهربانی. دستگیره های دروازه، کلکین، سپوتر، این ها که هستد سبب انتقال ویروس از انسان مریض به انسان سالم شده. هر کسی که مرض کرونا یا سیمتومی ویروس مبتلا باشه وقتی که به دستگیر دروازه، کلکین، الماری، دست بزنه و خودت میتونه همون ویروس میتونه به اون خود دستگیر یا همون وسایل باقی بانه. شما در خانه مراحل ضد عفونی کردن دستگیرهای دروازه و همو ارسی ها رو انجام میتین؟ بله بله. ما همیشه در خاطر وقتی کرونا خوب در عفت بود ما همیشه کلکینا را دروازه ها را بسیار عالی بسیار خوب در تمام تزد سلو میکردیم دوام میدادیم که بسیار عالی. انشالله که همیشه صحتمند باشین. انشالله که همیشه این موارد در نظر بگیرین تا خدای نخواسته مصاب نشین با کرونا. وقت خوش برتان میخواییم. و جهانی سپاس از شما هموطنان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. سوال دوم ما در بخش بازتاب کرونا ببینیم که چی هست. سوال دومی که همراه شما ایزان شریک ساختیم. به نظرتان موبایل همراه در انتقال ویروس کرونا نقش دارد؟ بازم سوال مهمی است که ما در بخش بازتاب کرونا همراه شما عزیزان شریک ساختیم. با 0700-111-130 تماس بگیریم. منتظر نظرات نیک شما عزیزان همچنان هستیم. بله و فعلا هم از شهر پل خمری تماس داریم. ببینیم که کدام عزیز ما روی خط هستن. سلام وقتتان بخیر. خوش آمدین. به صبح ها زندگی. بله. لطفا موقعیت خوب را اختیار بکنین تا ما صدایتان بهتر در برنامه داشته باشیم. بله میشنوین؟ بله فعلا بهتر شد. اسم شما؟ اسم بسیار خوب. خوش آمدین به برنامه. بازم متاسفانه صدای شما را بهتر نداریم. سوال ما را دریافت کردین که آیا از طریق موبایل های همراه ویروس کرونا میتونه انتشار پیدا بکنه یا خیر؟ بله؟ معلومات ندارم بیارن اولین دفعه تماس گرفتیم برای شما. آها پس معلومات بیشتر شما از طریق برنامه ببینین. مروی جان حتما معلومات زیادتر تقدیمتان خواهد کردیم. تشکر میکنم از تماس شما. بله همچنان منتظر نظرات نیک که شما ایزان هستیم و شما تماس 0700-111-130 تماس بگیرین و در ارتباط با سوالی که ما در بخش بازتاب کرونا همراه شما ایزان شریک ساختیم و به پایین اسکرین تلویزیونتان دیده میشه زنگ بزنین نظراتان همراه ما در ارتباط با سوال شریک بسازین. ما منتظر نظرات نیک شما ایزان و تماس های شما ایزان هستیم. موقعیت خوب اختیار کنین تا تماستان قطع نشه و صدای تلویزیونتان کاملا کم بسازین و کوشش کنین که صدای ما را از طریق تلفن همراهتان بشنوین. سوالیم که همراه شما ایزان شریک ساختیم. به نظر تو موبایل همراه در انتقال ویروس کرونا نقش دارد یا خیر؟ ببینیم نظر هموطن عزیز ما چی است که تماس گرفتن. بله همین لحظه هم ستایش جان روی خط تماس با ما هستن. سلام ستایش جان خوش آمدی به برنامه. صحبت بخیر. خوش باشه. از کجا تماس گرفتی؟ از کجا تماس گرفتی؟ بسیار خوب خوش آمدی به برنامه. به نظر خودت موبایل همراه یا موبایل های هوشمند که ما استفاده می کنیم آیا نقش داره در انتقال ویروس کرونا یا خیر؟ بله داره. وقتی که تلفن با دست می گیریم باید ضد عفونی شود. بسیار خوب. و چقدر مهم است که ما باید ضد عفونی بسازیم موبایل خود را؟ باید دل قشاوه که ضد عفونی شود. بسیار خوب. چه قسم ضد عفونی کنیم؟ توسط چی؟ بسیار خوب. توسط یک صافی یا هم توسط مواد ضد عفونی کننده یا ژل ضد عفونی کننده ما میتونیم که موبایل خود ضد عفونی کنیم. درست؟ بله. آیا خودت ویروس کرونا مصاب ساخته بود؟ نه نخیر. صحت مند هستی تا حال کاملا؟ آه کاملا صحت مند هستم. و اعضای خانواده چطور؟ کلشان صحت مند هست. بسیار عالی. شکر که خوب صحت مند هستی و تشکر میکنم از تماس خودت. وقت خوش برتان میخوایم. بله دیگه ستایش جان تماس گرفته بودن. فکر کنم که سن سالشون هم خیلی کم بودن و گفته بودن که 12 ساله هست. بله. بازم تشکر از قندوله که تماس گرفت. سوال بعدی ما در بخش بازتاب کرونا. سوال سوم ببینیم که چی هست.
سوال سومی که همراه شما عزیزان شریک ساختیم، برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا چگونه موبایل خود را ضد عفونی کنیم؟ موضوع خیلی مهمی است و منتظر نظرات شما عزیزان هستیم. 0700-131-130 همین لحظه در اختیار شما عزیزان هست. واقعا بعضی از ویدیوهایی که انتشار نشر شده بود از طریق صفحات اجتماعی ما دیدیم که وقتی که کرونا به اوج خودش رسیده بود، حتی کسی که موبایل خود وقتی که روشن بوده و فعال بوده ضد عفونی کرده، مواد ضد عفونی کنه باعث شده که کاملا موبایل دادش انفجار کنه و یکی از بین بره و حتی بر ازو خیلی یک صدمه بزرگی را وارد کرده بود. که واقعا خیلی مهم است که وقتی ما موبایل ما را ضد عفونی میکنیم، باید از کدام محلول ضد عفونی کننده استفاده کنیم؟ آیا موبایل روشن باشه یا خاموش؟ بله. حالا تماس داریم ببینیم کدام بیننده عزیز روی خط هستن. سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه جناب آقای میرویس امین، همکار همیشگی ما، خوب هستین؟ سلامت نادری صاحب، صبح شما بخیر، صبح همکارای عزیز و گرامی شما بخیر باشه. امیدوار هستم که برنامه براتون خوش بگذرد. سلامت باشین استاد، تشکر از شما هم که تماس گرفتین و نظر خوبتون رو میخواییم در ارتباط با سوال داشته باشه. مهربانی استاد، سوال دریافت کردین؟ بله من برنامه هایتان رو تعقیب میکنم نادری صاحب. تشکر. ما همیشه در افغانستان گفتیم که ما در خیلی از موارد بسیار بی‌اعتنا هستیم و مسائل مخصوصا موارد سی. همین سوالایی که شما واقعا مطرح میکنین، این سوالا بسیار سوالای مهم و کلیدی و قابل تحمل هستن. از این همه فکر میکنیم که مردم ما بسیار به این مسائل واقعا بی‌اعتنا باشن، تمکین بکنن و زیاد متوجه صحت خود باشن، زیرا صحتمندی برای خود صحتمندی برای خانواده است، بعدش هم برای جامعه. من خواهش میکنم و انتظار دارم از مردم که مسائل واقعا مراعات بکنن و نگذارن بسیار به سادگی و سرسری خودشان، خانوادهشان و مردم از این مسائل عبور بکنن. صحتمندی خودشان یقینا که صحتمندی برای مردم جامعه است. شما زنده و سلامت باشین استاد. برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا باید ما چگونه موبایل خودمان را ضد عفونی کنیم؟ که موبایل دیگه بیشتر در دست ما میباشه و مطمئن هستیم که بخوایم نخواهیم آلودگی دو دیده میشه. یقیناً حالا امکانات بیشتر از ما میتونیم از مایع ضد عفونی، از دستکش و حتی بعضی از صافی های میتونیم موبایل خود را نواخر مسئول بداریم از ویروس کرونا به خاطر از اینکه انتقال بکنه. همین توارض مشخص تر ما فکر میکنیم که سلامت باشیم به خاطر از اینکه واقعا ما برای دیگر را حداقل ناقل کرونا. تشکر استاد، سلامت باشین استاد محترم، جهان سپاس، وقت خوش. ای بود بخش باستاب کرونا که تقدیمتان کرده. این بخش برنامه از طرف اتحادیه اروپا و اینترنیوز برای شما تقدیم گردید. اتحادیه اروپا مسئولیت محتوای آن را به دوش نمی‌گیرد.